26مین روز فروردین ماه برابر با 15 آپریل سال 1371 خورشیدی برابر با 1992 میلادی، کنارگیری محمد نجیب الله آخرین رئیس جمهور کمونیست افغانستان از قدرت. محمد نجیب الله احمد زی معروف به دکتر نجیب الله، هفتمین رئیس جمهور افغانستان و آخرین رئیس جمهور جمهوری دموکراتیک افغانستان بعد از کودتای هفت سور، در سازمانهای حزبی مشغول به کار شد و به عنوان سفیر به تهران اعزام گردید. وی پس از مدتی به مسکو سفر کرد و همراه با قوای شوروی به کابل بازگشت و به عنوان رئیس دستگاه اطلاعاتی دولت به نام خدمات امنیت دولتی تعیین شد. وی پس از چندی جانشین ببرک کارمل شده و به سمت رئیس جمهور حکومت افغانستان انتخاب گردید. دکتر نجیب الله با گذشت زمان آرام آرام از اصول اصلی و خطوط مرامی حزب کمونیست صرف نظر کرده و در قانون اساسی، اساسنامه و مرامنامه حزب تعدیلاتی به وجود آورد. نام حزب دموکراتیک خلق را به حزب وطن تبدیل کرده و با برنامه‌های سازمان ملل در مورد کنارگیری از قدرت، تشکیل حکومت موقت و انتخابات آزاد موافقت نمود و پذیرفت که قدرت را به شورای حکومتی مجاهدین تحویل دهد. اما با کنارگیری نجیب الله و تسلط مجاهدین بر کابل، جنگ‌های داخلی این کشور نیز آغاز گردید. سرانجام با ورود نیروهای طالبان به شهر کابل، هرچند احمد شاه مسعود دوبار به دکتر نجیب الله پیشنهاد ترک کشور را داده بود، اما وی این پیشنهاد را با این تصور که طالبان با وی کاری نخواهند داشت رد کرد. ولی در صبحگاه نخستین روز ورود طالبان به کابل، دکتر نجیب الله از دفتر سازمان ملل در این شهر بازداشت شده و به همراه برادرش شاهپور احمد زی شکنجه و کشته شدند. طالبان اجساد آنها را در چهارراه آریانا در نزدیکی ارگ ریاست جمهوری افغانستان آویزان و به تمسخر گرفتند. سال 1373 خورشیدی برابر با 1994 میلادی، امضای توافقنامه ایجاد سازمان تجارت جهانی. سازمان تجارت جهانی یا WTO که مقر آن در ژنو سوئیس قرار دارد، یک سازمان بین المللی است که قوانین جهانی تجارت را تنظیم و اختلافات بین اعضا را حل و فصل می کند. اعضای سازمان تجارت جهانی کشورهایی هستند که موافقت نامه های این سازمان را امضا کردند. اهدافی که سازمان تجارت جهانی برای خود تعریف کرده است عبارتند از ارتقای سطح زندگی، تأمین اشتغال کامل در کشورهای عضو، توسعه تولید و تجارت و بهره‌وری بهینه از منابع جهانی. سال 1359 خورشیدی برابر با 1980 میلادی، در گذشت ژان پل سارتر، فیلسوف، اگزیستانسیالیست، رمان نویس، نمایشنامه نویس، منتقد، اندیشمند، نویسنده، نقدنگار، بیوگرافی نویس و فعال سیاسی فرانسوی که به طور کلی دو دوره در زندگی حرفه‌ایش وجود داشت.